در جریان اعتراضات هواداران عمران خان، نخست وزیر سابق پاکستان، در شهر راولپندی درگیری‌های میان معترضان و پلیس رخ داد که منجر به زخمی شدن 10 نفر و بازداشت تعدادی از افراد شد. این اعتراضات با هدف درخواست آزادی فوری عمران خان از زندان برگزار شد و با واکنش شدید نیروهای امنیتی مواجه گردید. همکارم در گزارش خود به بررسی این موضوع پرداخته که با هم می‌بینیم. 10 نفر از هواداران عمران خان، نخست وزیر سابق پاکستان، در جریان درگیری با پلیس در شهر راولپندی واقع در نزدیکی اسلام آباد، پایتخت این کشور، مجروح شدند. این درگیری ها پس از آن رخ داد که کارگران و هواداران حزب تحریک انصاف پاکستان PTI در اعتراض به بازداشت رهبر خود تجمع کردند و خواستار آزادی فوری وی شدند. حزب تحریک انصاف اسلام آباد اعلام کرد که این تجمع به صورت مسالمت‌آمیز برگزار شد، اما پلیس با استفاده از زور و گاز اشک‌آور سعی در متفرق کردن معترضان داشت. در نتیجه 10 نفر از هواداران بازداشت و بسیاری دیگر نیز مجروح شدند. معترضان با سر دادن شعارهایی همچون عمران خان زنده باد و انتخابات تقلبی غیر قابل قبول است، خواستار آزادی او شدند. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهند که برخی از معترضان خشمگین به سمت نیروهای پلیس ضد شورش سنگ پرتاب می‌کنند و پلیس نیز برای متفرق کردن آنان از گاز اشک‌آور استفاده می‌کند. این درگیری‌ها پیش از رسیدن وزیر ارشد ایالت خیبر پختونخوا که برای شرکت در تجمع اعتراضی رهسپار بود، شدت گرفت. دولت محلی پنجاب حزب تحریک انصاف را متهم به تلاش برای بی‌ثبات کردن نظم و قانون در شهر کرد. عمران خان هم که همکنون در زندان راولپندی به سر می‌برد، با پرونده‌های متعددی از جمله فساد و تروریسم مواجه است و وی تمامی این اتهامات را رد کرده است. این حزب پیش از این نیز دو راهپیمایی بزرگ در اسلام آباد و لاهور برای آزادی فوری رهبر خود برگزار کرده بود.